سوره احزاب میخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقاً غلیظاً. وانگاه که از پیام آوران پیمان گرفتیم، از تو، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی ابن مریم، و از آنها پیمان و تعهدی بس گران گرفتیم. کدوم تعهد؟ چون بر این سیاق پس از تک تک آدمیان و آدمی زادگان هم تعهد گرفته شد. در جهانبینی انقلابی توحیدی، از اونجایی که همه چیز سمت و سو و هدف داره، از اونجایی که جهان پوچ و بی‌معنا نیست، از اونجایی که با یک هستی و آفرینش خود به خودی و تصادفی مواجه نیستیم، پس در ذات هر شیء قانونمندی ها، الزامات و تعهداتش نهفته است. مثلا روی اجسام شیمیایی، یا چیزی آب نیست و اگر آبه، الزامات آب برش باره، میباید که تشنه رو سیراب کنه و آتش رو فرو بنشونه. در غیر این صورت که آب نیست، یا آتش، اگر آتشه میباید که بسوزونه بدون قید و شرط و بلا استثناء، کما اینکه خاک ذات شیء مشخص کننده الزاماتش هست. بر همین سیاق در دنیای حیوانی، کبوتر الزامات خودش رو داره، گرگ و مار و افعی هم همینطور. وقتی میرسیم به دنیای انسانی، یعنی دنیای آگاهی و اختیار،
دنیای خردوری و آزادی. این هم عبث پوچ و بیهوده نیست. در ذات انسانیت به خاطر آگاهی و اختیارش مسئولیت نهفته است. بلا برای چی؟ به این خصایل آراست است. اگر جهان رو هیچ و پوچ بینگاریم، البته میشه سر این حرفا چه کچونه زد. اما اگر در آفرینش انسان قصد و غرضی نهفته بوده، اگر آمدن و رفتنش، مرگ و زندگیش پوچ و بیهوده نیست، پس به خاطر همون شرافت انسانی، خصوصیات ویژه انسانی، الزامات، تعهدات و در یک کلمه مسئولیتی برش باره، پیمانی در ذاتش ازش گرفته شده که هرچه آگاهی و خردوری بیشتری داره، هرچه بیشتر میدونه چی به چیه دنیا، این تعهد و مسئولیت، این پیمان سنگین تره. البته که انسان آزاده به مسئولیت ها و تعهداتش پشت بکنه در هر لحظه. هر کدوم از ما که اینجا نشستیم آزادیم در همین لحظه که خب زیر بار تعهداتمون بزنیم، لباسمون رو در بیاریم، لباس رزممون رو، لباس دیگری بپوشیم، بزنیم زیر مسئولیت هم. به ما چه که مردم اینطوری هن، به ما چه که تاریخ سمت و سوش چیه، به ما چه که اون همه برای بارور کردن درخت انقلاب، انقلاب نوین ایران، خون و شهید نثار شده و اون همه شکنجه تحمل شده. ما بریم پیکارمون، بریم دنبال زندگی. البته همه ما در هر لحظه، در گذشته و در حال و در آینده، برای این آزاد و مختار بودیم. ولی این نافی میثاق، پیمان و مسئولیتمون نیست. توی پوشیدن لباس رزم پس تعهد و مسئولیتی خوابیده. سرچشمه و خواستگاه تمام این تعهدات شرافت و خصوصیات ویژه انسان، اونچه که وجه ممیزه بین انسان و حیوان. طبعا وقتی که کار میرسه به پیام آوران الهی، کار خیلی سنگین تره. اگر کسی که در حال پست دادن هست چون به مسئولیتی گماشته شده، وظیفه‌اش رو خوب انجام نده و در همون فاصله دشمن شبیخونی بزنه یا مشکلی پیش بیاد، خب مسئوله. توی واحد شما این امر کاملا روشن، ساده و شناخته شده است که وقتی کسی رو مسئولیت یک موضعی میگذارند، ازش انتظار میره انجام وظیفه ای، یعنی مسئولیت به دوش کشیده. مسئولیت یعنی که پرسیده میشه از تعهدی که خودکار با آگاهی توی کارش وجود داشت. پوشیدن لباس رزم یعنی اون تعهد رو روش است. قبل از همه اینا، سرچشمه و خواستگاه همه اینها اونجاییست که انسان تفاوتش با حیوانات به خاطر حیطه آگاهی و اختیارش مشخص میشه. اینجاست که میبینیم میگه که زمانی که تعهد گرفتیم، پیمان گرفتیم از تو و از همه پیامبران، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی، و تعهد سنگین از اونها گرفتیم، یعنی باید قیام میکردن به مسئولیتشون و پای الزاماتش میخوابیدن هرچه که بود. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما،
چرا؟ این ناموس و روشی است که خدا مقرر کرده، به این وسیله میخواد تا بپرسد از اونایی که صداقت دارند از صدقشون، میخواد صداقت ها بارز بشوند در فراز و نشیب حوادث. آگاهی و اختیار رو داده که مسئولیت به طلبه تا باز بپرسه از اونهایی که صداقت دارند از صدقشون، صدقشون رو به اثبات برسونند در مواضعی که گرفتند، و آماده بکنه وچه معکوسش اونور طیف برای دشمنان خلق و انقلاب، برای کفر حق ستیزان، برای ازداد تکامل عذابا علیما، حقشون رو. اگر صداقت به یک سمت راه میبره، طبعا عدم صداقت، حق ستیزی، دشمنی با خلق، کشتار فرزندان خلق، شکنجه دادن به اونها، فرصت طلبی و انحراف، طبعا پاسخ دیگری خواهد داشت که از ذات و از درون انسان میجوشه به طور اوتودینامیک درون جوش. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. ای کسانی که به این آیین گرویده اید، پس بیاد آورید بخشایش ها و نعمت های خدا را بر شما. آنگاه که لشکریان دشمن بر شما هجوم آوردند، پس بر ایشان بادی و نسیمی فرو فرستادیم و لشکریانی از آن گونه که شما نمی دیدید و برای شما نادیدنی بودند، و خدا با آنچه که شما می کنید بینا و آگاه است. این سوره احزاب نامگذاریش از جنگ بزرگ احزاب که اسم خندق رو هم داره گرفته شده. در یک سرفصل مهم، در یک بزنگاه خیلی مهم، سه چهار برابر تمام قدرتی که انقلاب نوپای اون روز در شهر مدینه داشت، در شهر بسیار کوچک اون روز، احزاب، دشمنان و جریانهای مختلف بسیج کرده بودند تا کانون انقلاب رو نابود کنند. در مجموع بیشتر از 10,000 نیرو که در اون ایام بسیار زیاد بود، چون جمعیت فوق‌العاده کم بود، تقریباً 3-4 برابر کل قوای پیامبر جمع‌آوری کرده بودند. این بار انقلاب می‌باید آزمایش وجود و لا وجود پس می‌داد. دشمن گارد تهاجمی داشت. این انقلاب نوپا در یک شهر کوچک بایستی که دفاع می‌کرد. یعنی کارش مشکل‌تر بود. وحدت عملی ایجاد شده بود، اتحاد عملی از همه ازداد، دشمنان رنگارنگ، در رأسشون جاهلیت و ارتجاعی که در مکه حاکم بود، بعد طوایف مختلف یهود و گروه ها و جریان هایی که تماماً وجود خودشون رو در لا وجود اون انقلاب نوپا می دیدند. از جاءکم من فوقکم و من اسفل منکم. بیاد بیاورید وقتی رو که هجوم می آوردند از همه اطراف شما، از زیر و بالاتون، از شمالتون و از جنوبتون. و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. اونقدر که چشم ها گرد می شد،
چشم ها در کاسه هاشون، در کاسه های چشم به دوران می افتادن که چی میشه؟ ابهام، ترس، وحشت، نگرانی و بلغت القلوب الحناجر. جونهاتون به لب رسیده بود، قلب ها به حنجره ها رسیده بود، جونهاتون به لب رسیده بود. و تظنون بالله ظنونا، چه خیالاتی براتون داشته بود در بحبوحه آزمایش، چه ظن و گمانهایی، چه تردیدهایی. حالا چی میشه؟ از بین میری؟ قدم بعدیش چیه؟ داغونمون میکنن؟ پس روزگار پر فتنه بود. ولی چی وایسادیم؟ به چه خاطر؟ همیشه وقتی که طوفان‌های بزرگ در راهند، قبلش از فازهای انقلابات عبور می‌کنند، از مقاطعی عبور می‌کنند که این آزمایشات هست. زمان‌هایی که چشم‌ها گرد میشه، جون‌ها به لب میرسه و چه گمان‌ها و چه ذهنیت‌ها و چه تردیدها از ذهن هر کس عبور می‌کنه. از جاءکم من فوقکم و من اسفل منکم، از شمال و جنوبتون، از اطرافتون اومدند و حمله میکردند. از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. چنین لرزانیده میشوند و چنین به آزمایش کشیده میشوند ایمان آورندگان و می لرزانی میشن، لرزانیده میشوند لرزیدنی سخت. قبلش خود گفته بود لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا اونهایی که استوار و پایدار و صداقت پیشه هستند رو بیان بارز بشند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. و یادار آن زمان رو که درویان، فرصت طلبان و همه اونهایی که در قلبهاشون فتنه و مرضی بود جز اون زن و گمانها و تردیدها میگفتند که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. همه این چیزایی که خدا گفت های پیروز میشین، فلان میشین و پیامبرش، اینا مکر بود، اینا فریب بود، اینا باطل و بیهوده بود. چه کشکی، چه آشی بابا، این حرفا چیزی جز غرور، باد و هوا، فریب، مکر و نیرنگ نبود. و از قالت طائفتون من هم، البته خدایی که لیسأل الصادقین عن صدق، و از قالت طائفتون من هم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجا. وقتی که یک مشت، یک گروه، بعضی از این جریانات فرصت طلب و انحرافی آمده بودند تو همون بحبوحهی که از شمال و جنوب شما در معرض توطئه ها و تهاجم های گوناگون بودین، بیاد بیاورید که می گفتن یا اهل یثرب، آی مردم شهر، جای موندن نیست، فرجا برگردید، آی اهل ارتش آزادی بخش، آی جوانان ناآگاه، جای موندن نیست، برگردید. کجا؟ برگردید. بالاخره تو پاریس یه سیته پیدا میشه، تو آلمان چی پیدا میشه؟ هایم. در لندن بالاخره یه جبهه لندنی پیدا میشه، اون ور خط هم، اون ور مرز هم که بالاخره سپاه پاسدارانی هست، ری شهری هست، برگردید. کجا؟ بریم به کارتون، ول کنین بابا، تموم شد. و از قالت طائفتون من هم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجع. دیگه جای وایسادن نیست که، دیگه جای ادامه دادن نیست که، دیگه جای پایداری و پافشاری نیست که. بی خودی سرسده را میدازین، چی میگی؟ فرجع، بریم خونه هاتون. و یستعذن فریق منهم النبی
یقولون ان بیوتنا اوره. و بعد یه دیگه جریان دیگه اجازه میخواستن از پیامبر که جیم بشن. اینا یه خوده ظاهر کار رو بیشتر درست میکردن و میگفتن این نبیوتنا اوره، خونه و خانوادمون بی سرپرسته، اجازه بدین حالا ما بریم به کارمون. این نبیوتنا اوره، خونه و خانواده و قوم و قبیلمون بی سرپرسته، کسی نیست بهشون برسه، یک اجازه بده ما بریم واکانس. و ماهیه و اوره اصل قضیه شون، ولی این نیست که اصل قضیه بی سرپرست موندن خانه و خانواده نیست. این یریدون الا فرارا، جز این نیست که قصد فرار و روی گرداندن دارند. بابا میخوان جیم بشن، بریدن. از جنبش و خلق البته که بریدن، خیلی ساده است آجون، بریدن، اهل این کار نیستن، میخوان که من و شما هم نرویم. و الا به خصوص بعد از فروغ جاویدان ببینیم منتهای دناعت، رذالت سیاسی و فرومایگی است. هر کس مدعی مارکسیسم میخواد باشه، مدعی اسلام باشه، بقایای رژیم شاه و خمینی که دیگه سر جاش، از این حجت بیانه آشکارتر و بالغتر، از این همه جانبازی، از این همه شکوه، از این همه مردان و زنان و قهرمانانی که در خاک خودشون خفتند، جسدهاشون هم برنگشت، این کافی نبود که برای همه به اثبات برسونه که طاق فدا و سمت و سوی خلق و انقلاب تا کجا ریشه دار و بالا بلنده. پس اراذل اوباش سیاسی که دیگه بعد از این آزمایش بزرگ و کبیر هنوز لنگ و لگت میزنن، ببینین که تا کجا باید رذل و فرومایه و بی‌حیا باشند، چقدر دنی باید باشند. خب خودت رفتی خوابیدی، دیگه حیا کن از فرط بریدگی لنگ و لگدش رو. با اونایی که با گوشت و پوست سوختن دیگه نزن. اگر ده شاهی صداقت می بود که اینطور نمی بود، هرچه هست رزالته. ولو دخلت علیهم من اختارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا. البته که وقتی که صداقت نیست و وقتی که صفوف خلق و انقلاب و جنبش ترک میشه، به جاش ادعاهای کاذب هست، اگر که پاش بیفته، ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگه دست بده، اگه از یه جانب بهشون چشمکی زده بشه، درخواست فتنه ازشون بشه، فتنه‌گری، درنگ نمی کنن. لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا، درنگ نمی کنن جز یه ذره، جز اندکی، دست می گرم دارن. هنوز رژیم هیچ علامتی نداده بود. ببینین فقط آتش بس رو پذیرفت، یادتون هست؟ اونم از روی استیصال و اجبار. این یاروهای فرنگی و همه استحاله‌گرا و مذاکره جوا و آی، این شروع گشایش دموکراتیکه، شروع فضای باز سیاسی. شگفت، در مقابل خلق و انقلاب و رزمندگان آزادی اینقدر سخت و سنگدل، در مقابل دشمن، در مقابل ارتجاع ضد بشری پیوسته حاضر و آماده برای علامت دادن و گرفتن، برای چشمک و چراغ. چرا؟ چون فی قلوبهم مرض، بنیادشون بر مرض و فساد و تباهیه، چون صداقتی در کار نیست.
ولو دخلت علیهم من اقطارها، و اگر پاش بیفته دست بده که اینا در معرض فتنه‌گری قرار بگیرند، معلومه که کوتاه نمیان، ول نمی کنن، درنگ نمی کنن. بلقد کانو آهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. حال این که قبلش از روی حرفای همه اینا، از روی موضع گیریاشون، از خود خمینی بگیریم تا همه جریان ها و گروه های سیاسی، خودمون، تک تک خودمون، مگه قبلش شما عهد نبستین؟ مگه التزام نداشتین؟ مگه پیمان نداده بودید، پیمان نبسته بودیم که ما اینطور میکنیم اونطور میکنیم برای خلق خدا، برای خودمون؟ مگه شما پیمان نبستین، تعهد نکردین؟ لا یولون الادبار، پشت نکنین به وظایفتون، روی نگردونین، پشتتون نکنین. و کان عهد الله مسئولا، عهد و پیمان های خدایی همیشه موقع پرسیدنش، موقع سوالش فرا خواهد رسید، باز پرسیده خواهید شد در گیرودار حادثه ها، آزمایشتون خواهد کرد. قل لن ینفعکم الفرار، بگو فرار و پشت کردن هیچگاه سودی به شما نخواهد رسانید. ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا. از چی فرار میکنیم؟ از مرگ، از کشته شدن، از شهادت. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، جز بهره اندکی هیچ چی نصیبتون نمیشه، چیزی به دست نمیارید. و در یک محاسبه ایدئولوژیک و در یک ترازوی ایدئولوژیک، کیست که بهره کبیر رو با سود اندک حاضر باشه محافظه بکنه؟ قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. بگو راستی کیه که شما رو از خدا حفظ کنه، از خواست خدا درتون ببره؟ اگه برای شما بدی بخواد یا اگه برای شما خیر و رحمت بخواد، چی فکر میکنیم؟ اگر از یک دیدگاه تام و تمام انقلابی و توحیدی نگاه بکنیم، چی فکر میکنیم؟ از پیش مشخص بود، اگر نه برای ما، مسلم نه برای ما، برای خدا که مشخص بود، که با چه افتخاری کدام شهید در کدام دشت و در کدام کوه و در کجای تنگه به ملاقات خدا خواهد شتافت. فکر چی رو میکنی؟ مگه دست شماست؟ از خدا که نمیشه در رفت، خیر براتون بخواد کسی جلوشو نمیتونه بگیره، که رحمت بخواد کسی جلوشو نمیتونه بگیره، زحمت هم بخواد همینطور. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و هیچگاه نخواهند یافت به غیر از خدا برای خودشون سرپرستی و یاوری.